خب، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت مهمانان و بزرگوارانی که شنونده و بیننده برنامه امروز ما هستند. باعث افتخار هست توفیق داریم در خدمت دوست عزیزم جناب آقای محمد ندیمی هستیم، پژوهشگر حوزه مسائل بین الملل و مسائل ایران که خودم به شخصه بسیار از ایشون در طی این دو سالی که توفیق آشنایی باشون دارم آموختم. موضوعی که امروز بنا داریم به اون بپردازیم مسئله انتخابات هست و آسیب شناسی فضای تبلیغات انتخاباتی. یکی از موضوعاتی که ما در انتخابات ها داریم دو قطبی شدن فضای انتخاباتی کشور است. و وقتی ما تجربهش رو داریم دیگه، در سال 76 84 اوج سال 88 سال 92 96 ما حالا با مدل‌های متفاوت این دو قطبی ها رو تجربه کردیم. ولی خب این شکل‌گیری این دو قطبی دوستان یک پیامدهایی برای کشور داره و داشته در طول سالیان گذشته و هم در فضای بین الملل نسبت به کشور ما و هم در فضای جامعه ما دچار یأس و ناامیدی کرده مردم رو و تبعات هم رو مصالح ملی، امنیت ملی داشته. اینها باید توجه بهش بشه. خیلی دوست دارم آقای دکتر ندیمی عزیز به این موضوع بپردازن در خلال فرمایشاتشون. و ذیل این دو قطبی شدنه یک تخریبی شکل میگیره. کاندیدا در فضای انتخابات یکدیگر رو تخریب میکنن، افشاگری هایی رو علیه یکدیگر میکنن. خب اینها تبعات داره هم برای کشور در نظام بین الملل، در نگاه افکار عمومی و در داخل خود کشور که بسیاری از مردم اطمینان خودشون و اعتماد خودشون رو نسبت به حاکمیت از دست میدن. نکته بعدی این هستش که بسیاری از کاندیدا در فضای انتخابات میان و دست به افشاگری هایی نسبت به یکدیگر میزنن و در کنار اون سطح انتظارات رو بالا میبرن، یعنی ادعا میکنن که کاندیدای دیگر امکان به اصطلاح به سرانجام رساندن خیلی از امور رو نداره و این ما هستیم که میتونیم این وعده ها رو انجام بدیم و عرض کنم سطح انتظارات رو میبرن بالا، وعده های پوشالی میدن، وعده های سنگین میدن، میان در رأس کار با واقعیت مواجه میشن و میبینن که کاری از دستشون بر نمیاد و نمیتونن بخش زیادی از این وعده ها رو جامع عمل بپوشونن. اینا پیامدهایی داره. ما بنا داریم امروز با آسیب شناسی سعی میکنیم مستاقی هم نپردازیم، خیلی کلی هست بحثمون، فضا رو داریم کلی نگاه میکنیم و امیدواریم که همه عزیزان بتونن استفاده کنن. آقای ندیمی، عرض ادب دارم خدمتتون مجدد. سوال اول این هستش که سوال اولی که من از حضرت عالی دارم این هستش که اساسا سواد رسانه‌ای جناب آقای ندیمی چیست و سواد رسانه‌ای چه تأثیری بر نوع رأی‌دهی مردم میذاره؟ وقتی مردم سواد رسانه‌ای داشته باشن، شناخت رسانه‌ای داشته باشن، نوع رأی‌دهیشون به چه شکل میشه و این عرض کنم خدمتتون چطور میتونه در فرآیند انتخابات موثر باشه؟ اگر صدا و تصویر من رو داری در خدمتتون هستیم جناب. جواب ندیمی صدای من رو دارید؟ بله صداتون رو دارم، تصویر رو ندید. بله الان تصویر رو هم فکر کنم کمی با تأخیر اومد. من بله. سوال شما رو شنیدم، اگر اجازه بفرمایید وارد گفتگو بشید. بله من در خدمتتون هستم. به نام خدا. من جانم، من تصویر رو بله. میبرم که بله. با تصویر بزرگتر در خدمتتون باشید. بفرمایید. بسیار عالی.
خب به نام خدا عرض ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین شما و شخص حضرت عالی. ممنون بابت دعوتتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در بحبوی انتخابات هستیم، به هر حال مسائلی که مطرح کردید مسائل مهمیه. رسانه، بیاید از نگاه نوام چامسکی به این موضوع بپردازیم. یه تعریفی از رسانه داره تو اون کتاب معروفش که وقتی به گذشته برمیگرده و میخواد اولین های رسانه رو بررسی کنه، اشاره میکنه به یک کشوری که مردمش صلح دوستن اما سیاست مدارانش نیاز دارن که وارد جنگ بشن و این سیاست ها به آنچه که خواست مردم هست در تضاده. تو مقطع شرکت کریل رو استخدام کردن و اونها اومدن از فضای رسانه‌ای که ایجاد کردن و ترسی که در دل مردم انداختن که منافع شما داره از دست میره و اگر ما وارد این جنگ نشیم هر آنچه که هست از دست خواهیم داد، و مردمی که 6 ماه قبل صلح دوست بودن به یک باره در واقع ماهیت وجودیشون رو در یک جنگ دیدن و این کمک کرد به سیاست مداران که بتونن سیاست هاشون رو دنبال کنن. پس رسانه یک ابزاره، این مهمه، ابزار. اما ما امروز یک سیاست مدار و یک جامعه نداریم. ما امروز کشورهایی رو داریم که در تضاد منافع هستن، کشورهایی رو داریم که در رقابت با هم هستن. صفحه شطرنج بین المللی بسیار پیچیده شده و شاید موفق ترین ها اون دولت هایی هستن که بتونن از ابزاری که در اختیار دارن به خوبی استفاده کنن. قوی ترین ابزار رسانه است. اما چرا این رسانه ابزار قوی هست؟ به نظر میرسه به خاطر این هستش که عموما در فضای جهانی، حالا این متفاوت هست، ما میتونیم تا هر دهه راجعش صحبت کنیم، مردم در فرایند سواد رسانه‌ای دچار ضعف‌های گسترده‌ای بودن. عمده این ضعف رو که نگاه میکنید، من یک کمی مصداقیش کنم، مثلا در تو جامعه ایران ما بی بی سی فارسی رو داریم، اینترنشنال رو داریم. همیشه به این موضوع اشاره کردن کارشناسان رسانه که 2 یا 3 رسانه اگر بتونن در واقع فضای روانی جامعه رو تحت کنترل بگیرن، اون جامعه خواهد باخت. شما مجبور هستید برای رقابت رسانه های متکثری داشته باشید و این رسانه ها در اون رقابتی که خب امروز میدونید فضای مجازی، سوشال مدیا ها، شما توی تیک تاک نگاه میکنید ویدیوهایی که 10 ثانیه 15 ثانیه، یعنی جنگ تجاری پیروزی در اون فضا این هستش که شما در 10 یا 15 ثانیه بتونید اون جذابیت محتوایی رو به مخاطب بدید. این کار سخت میکنه، یعنی تکثر رسانه هایی که در مقابل شما هستن و شما حالا باید رسانه خودتون رو داشته باشید. و یک نکته مطرح هست، این رسانه قراره چه کار کنه؟ روایت. به نظر میرسه که اون روایتی که مطلوب شما هست باید روایتی باشه که در جامعه متکثر میشه و القا پیدا میکنه. جنگ بر سر روایت هاست. ما در هر موضوعی چندین روایت داریم، کدوم درسته؟ نکته اول، شما ابتدا باید چندین رسانه داشته باشید که چندین روایت رو تولید کنید و حالا مخاطب در مقابل چندین روایت به نظر میرسه به صورت سیستماتیک سواد رسانه ایش در گذر زمان افزایش پیدا میکنه. خب ما اینجا این مسئله ای داریم، غرب پادشاه بلا منازع رسانه بوده، نه یک دهه، از زمان پیدایشش، و معمولا قالب روایتی که در جوامع به خصوص منطقه خاورمیانه، حالا غرب رو نمیخوام ورود کنم ولی تو محدوده جغرافیایی ما به نظر میرسه همیشه روایت غربی ها اصلح تر بوده، قابل قبول تر بوده، جذاب تر بوده، قابل پذیرش عمومی تری بوده. این جنگ روایت هاست. و اگر شما جامعه رو داشته باشید که سواد رسانه بالایی نداشته باشن، کنترل فضای روانی جامعهتون کاملا در اختیار غرب، حداقل در حجم عمده ای. و این کار خیلی سخت میکنه. میدونید کجا گیر میکنید؟ اونجایی که یک کشور میخواد کار رسانه ای کنه تا سیاستاش اعمال کنه. میدونید ما امروز مثلا حجم عمده ای از گرفتاری ها، شاید یکی از بزرگترین هاشون ناترازی هاست در حوزه انرژی،
و ما اون رسانه رو نداریم که بتونه فضای روانی جامعه رو آماده کنه برای اصلاح مصرف. هیچ ما موفق نیستیم. یا به همین علتی که دولت ها نمیتونن سیاست رو اعمال کنن، خیلی امنیتی میشه، خیلی چالش برانگیز میشه. پس نکته اول این هستش که ما تو جنگ روایت ها همیشه باختیم و برای اینکه این رو کنترل کنیم و سواد رسانه جامعه رو بالا ببریم، بعد رسانه ها رو متکثر کنیم. به جز اون دو سه تا رسانه ای که منبع شده برای عموم مردم، شما میتونید رسانه هایی داشته باشید که روایت اول رو بگه، جامعه رو بشناسه، دهه ها و نسل های جامعه رو بشناسه و اتفاقا بدون این رسانه به عنوان یک ابزار حاکمیت ازش چی میخواد. نکته که وجود داره اینه که ما رسانه های خوبی داریم اما در اختیار احزاب هست و احزاب اون سهم ملی خودشون در موارد ملی رو پرداخت نمی کنن. کاملا ما در مسائل ملی و در تک تک حوزه ها رسانه هایی رو داریم که در اختیار احزاب و در واقع ابزاری برای احزاب داره کنشگری میکنه و تو مسائل ملی ما کاملا دچار مشکلات عدیده شدیم. سوالاتی که مطرح کردید حالا من یک بهش میپردازم بهش، ولی هر جایی که نیاز دارید ورود کنید توی کلام من آماده هستم. اما یک موضوعی مطرح هست، نکته اساسی اینجاست. ما امروز در یک انتخابات هستیم، کاندیداهایی که روبروی دوربین می نشینن در مناظرات و در برنامه های دیگه که حضور دارن برای مردم صحبت میکنن. من ابتدا این مردم رو میخوام یه تعریف یک دقیقه‌ای داشته باشم. مشخصات اساسی، مشخصات کلیدی مردم ما چیه؟ شما یک روند 250-60 ساله رو بررسی کنید. فکر کنم 270-80 سال پیش نادر آمد. به نظرم همیشه این رو یک خطای بزرگ از نادر میدونستم. نادر یک اشتباهی کرد، رفت هندوستان رو شکست داد، از لحاظ اقتصادی و نظامی تضعیفش کرد، ولش کرد اومد. روزولت همیشه میگه شما وقتی دشمن رو بیش از حد ضعیف کنی، دشمن بزرگتر جایگزین میشه. غربی ها اومدن و از اون مقطع تحت تاثیر غربی ها در جنوب و تحت تاثیر روس ها در شمال، کشور ایران یک روند نزولی داشت، چه در بحث توسعه چه در بحث امنیت و نظامی. شکست پشت شکست، یک به یک شکست پشت شکست. شاید ما تا پایان پهلوی دوم و شروع جنگ با عراق که خب ما تونستیم دفاع کنیم، ما تونستیم اون چیزی که داشتیم رو حفظ کنیم، با جامعه روبرو هستیم که سه قرن حداقل میشه بیشتر هم بهش اشاره کرد، هیچ دستاوردی نداشته. یعنی این جامعه به شدت سرخورده است. این جامعه تاریخ گذشتهش پر هست از فضای سیاه، فضایی که اصلا نمیشه بهش افتخار کرد، فضایی که آدم دوست داره ازش عبور کنه از اون بخش تاریخ. و این نشانه ها جامعه ایرانه و جامعه که شکستای پشت سر همی داشته نمیتونه به المانهای فرهنگی خودش افتخار کنه. جامعه نیاز به فخر فروشی داره. به همین علت است که جامعه ما میگرده المانهای غربی رو جایگزین میکنه. امروز اگر شما 10 کلمه صحبت کنید، 3 کلمه داخلش انگلیسی باشه، نوعی فخر است و نوعی در واقع تفاوت رو میتونه ایجاد کنه برای شخصی که تو اون جمع داره صحبت میکنه. این موضوع مهمیه. پس ما یک جامعه داریم که به هر حال تلاش کرده نقاط ضعف خودش رو در این 300 سال با جایگزین کردن المان‌های غربی پوشش بده. این جامعه سرخورده است. حالا 14 هم شما گفتمان محور مقاومتی داشتی، به هر حال جغرافیایی بوده که توسعه نداشته، امنیت نداشته، هر دو رو نداشته و حالا باید به دست بیاره، رفته به سمت گزینه امنیت، ابتدا حفظ استقلالش، بقایش و توانمند کردن فضای نظامیش. ما داریم تو این مسیر محور مقاومتی میریم. درسته گفتم آن محور مقاومت قدرت افزاست، اما به شدت فرسوده هم میکنه، هم زیر ساختار رو هم جامعه رو. و جامعه داریم که حالا فرسوده هم هست، جامعه سرخورده فرسوده. و اگر هم شما موفقیت هایی تو این 44-5 سال داشتید که داشتید، نتونستید روایتش کنید. حالا بیایم اینجا توی بحث مناظرات انتخاباتی، ما با کاندیداهای روبرو هستیم
که همینطور دارن مشکلات رو میگن، دستاوردها رو نمیگن. تو اینی که مشکلات رو میگن، دو قطبی سازی هم ایجاد میکنن، یعنی تقصیر بر گردن دیگری، و در دو قطبی سازی یک دیو و دلبر میآفرینند. من دلبرم اون دیوه، اگر به اون رأی بدید بیچاره میشید. در حالی که جامعه متکثری داریم، بخشی از جامعه ما به یک کاندیدا میل نشون در لحاظ تفکراتش، بخشی از جامعه به کاندیدای دیگری، بخشی از جامعه به کاندیدای سومی، و این دو قطبی سازی برای جامعه‌ای که سرخوردگی داره، برای جامعه‌ای که المان‌های جایگزین آورده، برای جامعه‌ای که روایت موفقیت‌های 14 اخیراً براش نشده، انجام نشده، برای جامعه‌ای که رسانه‌هاش در اختیار احزاب صرفاً جنگ حزبی کردن و نگاه ملیشون رو در واقع کنار گذاشتن و رسانه‌ها فضای ملی رو هم دنبال نکردن، یعنی جامعه نگاه ملی ضعیفی هم داره تو بازی تیم ملی در جام جهانی، می‌بینید دیگه. این دو قطبی هایی که توی 1400 که اتفاق افتاد با شرف بی شرف، این دقیقا همون فضا هست. کی آزادی خواهتره، کی انقلابی تره، راست افراطی چپ افراطی؟ خب مسلما این جامعه‌ایه که مثل کودکی میمونه که گوشه نشسته، پدر و مادر خودش رو گم کرده و سردرگم و تشنه یک روایته، تشنه یک گفتمانه. ما نه جناح چپمون اصلاح طلبان، نه جناح راستمون اصولگراها، حتی بر اساس دهه های اخیر، نسل زد، دهه 80-70 هنوز گفتمان سازی نکردن. یعنی شما وقتی اصولگراها رو میبینید، درسته که پاجوش پاچنار اومده، یعنی نسل جوانتر اصولگراها نسل سنتی ترشون رو به چالش کشیدنی خوبه، اما با چه گفتمانی؟ کی انقلابی تره؟ هیچ گفتمان جدیدی وجود نداره. همچنان همون مسئله سه دهه گذشته که مطرح شد و سه دهه گذشته چپ ها همچنان باقی است. خب تو چنین وضعیتی من فکر میکنم ما جامعه‌ای داریم که مشکلات عدیده ای داره. این جامعه درک نشده، این جامعه دیده نشده، این جامعه شناخته نشده، و حالا سیل پیشنهادات، وعده ها، در حالی که هم جامعه اینو فهمیده، هم خود کارشناسان میدونن که به این شکل امکان پذیر نیست. اصلا فضای جهانی، فضای کشور، فضای منطقه توانمندی اینو نداره که شما بخواید این وعده های به شدت زیبا رو به سرانجام برسید. هستم در خدمتتون جناب آقای دهخاندار. جان قدیمی، در ذیل این رقابت‌های انتخاباتی شما گاه شاهدید که طرفین همدیگر رو تخریب می‌کنن، دست به افشاگری‌های علیه یکدیگر می‌زنن. این افشاگری‌ها، من یک خاطره‌ای رو عرض بکنم، سال 96 که دوستان نزدیک من در همون ایام انتخابات 96 که خب از یه طرف بحث یه قطبای رئیسی بودی، یه قطبای روحانی، بالا آقای قالیبا فای جهانگیری هم حضور داشتن، توی اون فضا جناب آقای ندیمیر به من گفت که آقا این، من گفتم رأی میدی شرکت میکنی؟ گفت نه، برای چی باید رأی بدم وقتی اینا همشون دارن همدیگر رو افشا میکنن و حرفای برحال یه چیزی هست که اینها دارن در مورد اون صحبت میکنن. این هم تو فضای داخل تأثیر میذاره و هم گاهی اوقاتی تخریب ها بالاخره وقتی فضا دو قطبی میشه تخریب ها شکل میگیره. این فضای تخریبی کاندیدا علیه یکدیگر باعث میشه یه نگاه کشورهای بین المللی و رهبران کشورهای بین المللی هم نسبت به اون کشور تغییر بکنه، و وقتی رئیس جمهور در رأس کار میاد به واسطه مخالفین زیادی که در داخل داره، خیلی از قدرت‌های بزرگ اگه میخوان توافقنامه‌ای داشته باشن، تعهدی نسبت به این کشور دارن، خیلی محتاط‌تر عمل میکنن. خب برگردیم ببینیم این پیامدهای این فضای تخریبی رو شما چگونه میبینید آقای ندیمی؟ من یه سوال از شما بپرسم، این برام جالبه. ببینید، ما کاندیداهایی رو داریم که به شدت دارن همو تخریب میکنن، در حالی که در 45 سال گذشته هر آنچه که امروز در سال 1403 ایستادیم دستپخت همه مسئولینه با نقاط قوت و ضعفش. اما این دیو و دلبرسازی خیلی تهدیدگونه است. ببینید، این باعث میشه جامعه نتونه درک درستی داشته باشه. جامعه باید
به گزینه ای رأی بده که اون گزینه اشراف درستی از وضعیت دنیا داشته باشه، اشراف درستی از وضعیت منطقه داشته باشه، شناخت درستی از جغرافیا ایران داشته باشه، شناخت درستی از ظرفیت های آونگی ایران، چون شما یه وقت نفت میفروشید یه وقت نمیفروشید، این بتونه پراگماتیسم مدیریت کنه. اینا نیست. من یه سوال از شما دارم آقای دخاندار. من سه تا صدا تو رفت جان مدی. بله. من سوالی از شما دارم آقای دخاندار. من سه تا کاندیدا برای شما معرفی میکنم، شما یکی رو انتخاب کنید. هدفی دارم از این طرح سوال. کاندیدا اولتون فلج اطفال گرفته، پاهاش فلجه، بیماری فشار خون داره، کلی بیماری هاد داره، برای پیشبرد اهدافش حاضر دروغ بگه، با طالبینا مشورت میکنه، به همسرش خیانت میکنه، مدام سیگار میکشه. این کاندیدای اولتونه. کاندیدای دومتون اضافه وزن داره، تو سه تا انتخابات شکست خورده، افسردگی گرفته، دو بار سکته قلبی کرده، کار کردن باهاش سخته، بی وقف سیگار میکشه، شب خوابیدنی دو تا قرص خواب میندازه. کاندیدای سوم ورزشکاره، قهرمان جنگه، با خانم ها رفتار مناسبی داره، خیلی عاشق حیوانات و سیگار هم نمیشه. شما به کدوم کاندیدا رأی میدید؟ طبیعیه اوغلای کاندیدا سوم. خب شما همین الان هیتلر رو در مقابل چرچیل و فرانکلین روزولت انتخاب کردید. ببینید آن چیزی که ما در نه ببینید آقای ندیمی، ببینید من نکتم همینه. ببینید دیو دلبر ساختن همینه. شما میتونید یک کاندیدای رو به اون شکل مطرحش کنید که مشخصات ظاهری چرچیل روزولت، یه کسی هم مثل هیتلر که مشخصات ظاهریشه، اما عملکرد چی؟ اما برنامه ها چی؟ اما شناخت چرچیل با چمبرلین یکیه. چمبرلین داشت بریتانیا رو به بدبخت میکرد. ما یه پیشفرضی ببینید، ما الان اومدیم یک سری مؤلفه‌هایی رو گذاشتیم کنار هم گلچین کردیم، برنامه ها، کارنامه، رفتار کاندیدا، عقبه کاندیدا، اطرافیان کاندیدا، همه رو گذاشتیم کنار. شما باید یه پیشفرضی رو مطرح کردی، گفتی سه تا کاندیدا با این سه تا ویژگی. حالا شما به کدوم رأی میدید؟ با این توصیفی که شما کردید و ثابت بودن سایر المان‌های دیگه، ما غالباً به گزینه سوم رأی میدیم. کاری که نمایندگان امروز ما در انتخابات ریاست جمهوری میکنن، این کاریست که من الان کردم. یعنی ما هیچ کدوم از این نمایندگان رو ضعف و قوتشون رو به درستی نمیتونیم تشخیص بدیم. پس به کسی رأی میدیم که رسانه بهتری داره، شور و هیجان بیشتری ایجاد میکنه، مردم رو از لحاظ رسانه فقیرتر نگه میداره، اما این تبعاتی داره. تبعاتش میدونید کجاست؟ اونجاییه که شما ترازهای انرژی تو، شرایط ناترازی انرژی تو ایران خیلی شدیده. ما الان نزدیک به 6 میلیارد دلار باید پول تهیه کنیم، بنزین وارد کنیم، مصرف بنزین داره بیداد میکنه. شما دولتی رو میخواید که بتونه جامعه رو همراه کنه، این جامعه همراه با شما از این پیچ عبور کنه و با دست به دست هم بدن این ناترازی رو با اصلاح الگوی مصرف و و و. خب به این شکل کدوم یکی از این کاندیداها میتونن؟ این کاندیداها همه تخریب شدن که الان تو همین روند انتخاباتی همه تخریب کردن. کدومشون میتونه جامعه رو همراه کنه؟ آسیبش اینجاست. پس یه اتفاق میفته، این دولت هم برنامه ناترازی انرژی رو میذاره کنار، چون میدونه بخشی از جامعه همراهش نیست، اصلا بهش اعتماد نداره، و دولت بعدی باید 12 میلیارد دلار تهیه کنه تا بنزین وارد کنه، و دولت بعدی 18 میلیارد دلار، و این چرخه بعد یک جا استوب کنه. کاندیداها میگن ما باید وحدت داشته باشیم، مشکلات رو درونی حل کنیم. من فکر میکنم کاندیداها باید صداقت داشته باشن. یعنی شما میفرمایید که کاندیدا باید متناسب با واقعیات و اون فهم دقیقی که نسبت به ریز و نظام مسائل کشور داره میبایستی بر اساس اون وعده. و یه نکته دیگه، جامعه که خصوصیاتشو گفتم، جامعه که 300 سال پشت سر هم شکست داشته، سرخورده است، هنوز نمیتونه. شما باید به این جامعه موفقیت بدید، هی موفقیت بدید تا بتونه
به المان‌ها و ریشه‌های فرهنگی و معنوی خودش تاریخ 2000 سالش افتخار کنه. خب وقتی این روسریه میاد جلو دیگه، شما باید به ایرانی بودنت افتخار کنی. چند وقت پیش یکی از این خانم‌ها توی آمریکا زندگی میکنه، ایرانی بود، یاسمین مقبلی رفت فضا، قرمه سبزی خوردنشونشون میداد. خب جامعه داشت به اون افتخار میکرد. وقتی جامعه نداره داخل، مجبور هست المان‌های غربی رو پیدا کنه، بگرده یه خانومی رو پیدا کنه بتونه قرمه سبزی خوردنش افتخار کنه. جامعه ما سرخورده است، فرسوده است. و شما نقاط قوت رو هم نمیگید. این 45 سال جمهوری اسلامی نقاط قوت و ضعفی داره، ولی نقاط قوتش خیلی مهمه. ما استقلال نداشتیم، ما قدرت نظامی نداشتیم، ما تقریبا همه جنگا شکست خوردیم. حمله به اسرائیل بعد از صادق مکتی خیلی اتفاق خیلی بزرگی بود. روایت شد نه، چون تمام رسانه‌ها در اختیار احزاب درگیر این بحث جنگ داخلی، کسی به سمت در واقع فضای ملی نمیده، این سهمشون رو هم نمیدن. ما نیاز به سوالای ندیدیم. این فضایی که به وجود میاد، این رهبران نظام بین الملل، کشورهای دیگر، افکار عمومیشون، حالا با توجه به این فضایی که واقعیت‌ها گفته نمیشه، صرفا نقطه ضعف‌ها گفته میشه، طرفین به یکدیگر حمله میکنن، نگاه اونها نسبت به کشور چه ویژگی‌هایی پیدا میکنه توی این شرایط؟ این شرایط شرط خاصیه. روس ها تقریبا دارن آماده میشن با اروپا با درگیری بشن. این خیلی حاد شده، یعنی از کنترل خارج شده، هیچ روزنه صلحی وجود نداره. بعد بپذیریم بیش از 130-140-50 میلیارد دلار هم تصویب شده، این پول زیادیه. حداقل تا 2 سال اوکراین خواهد جنگید، پس تا 2 سال آینده صلحی وجود نداره. منطقه ما اسرائیلی ها دارن آماده درگیری با لبنان میشن. نشانه های وقوع جنگ قوی تر از عدم جنگ هست. خب ما مشکلات چین رو هم داریم با اروپا و آمریکا. اروپا هم سلسله تحریم هاش روی چین رو شروع کرده، چین هم به هر حال زنجیره تامین کالا معیوب شده الان تو فضای جهانی. خیلی از مؤلفه‌های مثل النینو، لانینو اینا تاثیر گذاشته روی تولیدات و خیلی موارد دیگه که نمیخوام بهش بپردازم. دنیا تو یک وضعیت بی‌نظیر قرار داره. مهمترین مسئله اینه که شما بتونید تو این وضعیت بی‌نظمی در داخل ایران ثبات ایجاد کنی، ثبات نسبی. خب این ثبات نسبی زمانی هست که یک رئیس جمهور بتونه با همه جریان‌ها کار کنه. این ثبات نسبی باعث میشه که تو این وضعیت گلوبالیست و دموکراسی معکوس شده، دیگه شما شکلی از اقتصاد جهانی رو نداری. یا آقای بایدن هم اشاره کرد، دیگه اقتصاد جهانی کلا فرو پاشیده، همه دارن بلوک بندی میشن، آمریکا داره با شرکای خودش سرمایه گذاری میکنه، تجارت میکنه، اروپا رو داره از چین جدا میکنه، روسیه داره به دنبال در واقع بریکس به دنبال فضای اقتصادی جدیده. تو این فضایی اگر شما یک کشور با ثبات نسبی باشی، میتونید با همسایگانتون که حالا اون فضای اقتصاد جهانی رو ندارن وارد توافقات دو جانبه چند جانبه منطقه‌ای بشی. این پالس میاد که با ایران میشه کار کرد، با ایران میشه تو این وضعیت کار امنیتی کرد، کار اقتصادی کرد. خب شما اگر این وضعیت رو نداشته باشید، اولین مؤلفه سرمایه گذاری امنیته. شما اگر امنیت داخلی نداشته باشید، شما اگر مشروعیت حد اکثری نداشته باشید، مطمئنن کشورهای دیگه هم رصد میکنن. این برای همه یک مؤلفه مشخص و باستانی. کشی های خیابونی هم شکل میگیره. بله. و شما تو یک فضای متشنج توی داخل وقتی دارید، قاعدتا اونها وقتی به این نگاه میکنن. و حالا این نکته دیگه، شاید خیلی از این رهبران وقتی شما در این مناظرات انتخاباتی این طرفین یک چیزهایی رو افشا میکنن که و نسبت میدن به یکدیگر، یک گسلهایی رو فعال میکنن که فعال کردن این گسلها خیلی تبعات داره و اونا اتفاقا روی برنامه ریزی هاشون روی این گسلها حساب میکنن و این باز میتونه برای کشور تبعات داشته باشه. و یک موضوعی که خیلی من رو میرنجونه اینه که تمام این کاندیداها، وقتی میگیم کاندیدا، احزاب در نظر بگیرید، تمام این حزب ها، جبهه ها، حتی یک موضوع مشترک ملی بینشون نیست که اختلاف نداشته باشن. حتی یک موضوع مشترک، شما اگر به یاد دارید به من بگید، یک موضوع مشترک ملی که همه با هم اون رو دستاورد بدن و بهش افتخار کنن.
دیدید؟ من که ندیدم. حالا شما تصور کنید فضای ملی توی کشور ما چطور قراره رقم بخوره، چطور قراره این فضای ملی کمک کنه به سیاست مدار که بتونه طرحاشو پیاده کنه. خب مشخصا اونم تو ایرانی که پر هست از نهادهای قدرت متکثر، جزایر در قوا. خب اینجا که شما یه رئیس جمهوری میخواید که بتونه کارو ببره جلو، هر روز بشه دوره مثلا احمدنژاد لاریجانی که هر روز در مجلس و دولت درگیری، خب مشخصا گره میخوره کار، همراهی به وجود نمیاد. من فکر میکنم کاندیداهای ما یه فرصت دارن که در دل رقابته نقاط جلسه بذارن، نقاط مشترکشون رو اول مشخص کنن، ببینیم ما نقاط مشترک اینا چیه. شما الان مثلا تو یک جناح اتفاق نمیفته اون ائتلافه یا وحدت. حالا شما از اون کاندیدا با هم بشینن یک جا. آقای دهخاندار، اصلی ترین نقش حزب چیه؟ مشارکت دادن مردم در سیاست. خب اگه به این شکل شما مشارکت بدید چه اتفاق میفته؟ میشه 1401. ما اصلا همین شکل داریم تو داخل کشور. ما حزب فراگیر پاسخگوی مبتنی بر اون نظامات حزب اول نداریم. و شما چرا حزب رو میگید؟ شما الان رجل سیاسی جز دهه اول انقلاب، دهه دوم و سوم ما رجل سیاسی داریم؟ نه، انقدر شرایط حساس بوده عمدهشون که فوت شدن. الان ما باید خلای رجل سیاسی رو بروید، یعنی این چند تا کاندیدا رو بردارید، اون دو سه تایی هم که رد صلاحیت شدن، شما چند تا رجل میتونید معرفی کنید؟ اصلا نداریم. خب احزاب هم به همین شکل اجازه ندادن نسل بعدی بیاد. خب این نسل بعدی وقتی میاد گفتمانی میسازه که با دهه مثلا با نسل زد میتونه همراستایی داشته باشه. اختلاف سنی 5-6 دهه شده. خب این مسلما نمیتونه کار انجام بده. بسیار سپاسگزارم آقای ندیمی، خیلی گفتگوی جذابی بود. تلاش کردیم پیامدها رو بررسی بکنیم. وضعیت نظام بین الملل وضعیت ویژه‌ایه، ایرانمون هم شرایط خیلی خاصی رو داره تجربه میکنه و شرایط پیچیده از انتخابات حساس. از بحثمون بگذریم آقای ندیمی، یک سوال آخر پیش میتونن از نتیجه انتخابات در حدی یک دقیقه بفهم؟ انتخاباتمون خیلی سخته. اجماع به نظر در بخش راستا تا این ثانیه که دو روز مونده به انتخابات اتفاق نیفتاده. اگر اجماع اتفاق بیفته فکر کنم راستا پیروز شن. اگر اجماع اتفاق نیفته، مثلا آقای جلیلی قالبا با آقای پزشکیان، اگر آقای جلیلی بره دوم با آقای پزشکیان، آقای پزشکیان برنده است. سبد رأی آقای قالیباف بخشی رو سمت آقای پزشکیان خواهد رفت. اگر آقای قالیباف با آقای پزشکیان بره دور دوم، سبد رأی آقای جلیلی خواهد داشت، آقای قالیباف برنده است. این مسائل هیچ کدوم گره‌هاش باز نشده، پس باید منتظر باشیم. سپاسگزارم، تشکر میکنم، نشسته بسیار خوبی بود، امیدوارم که سلامت باشید. پاینده باشید. سلامت. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.